پیمان رؤوفی روانشناس کودک در ادامه این گزارش به این سوال پاسخ داده که تنبیه بدنی چه اثرات مخربی بر آینده کودک و نوجوان خواهد گذاشت. مادر و پدر، معلم، نقشه هر کسی رو که در زندگی اونها دارن، بدن اونها رو دارن مورد آزار و اذیت قرار میدن، تأثیر مستقیمی که روی فرزند خواهد داشت مستقیما از دست دادن حرمت به نفس اوست که ما امروزه میبینیم بسیاری از مشکلات انسانها به دلیل نداشتن حرمت به نفس و سلف استیم. زمانی که کودک نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، زمانی که به عنوان نوجوان هم نیاز پیدا میکنه به گروه های خلاف و بزهکاری و گنگ ها کشیده بشه برای اینکه احساس تعلق پیدا بکنه، و همه و همه میتونه به دلیل این باشه که در کودکی به او، به افکار او، به نظریات او، به بدن او بی احترامی شده. بله، سوال دومی که از پیمان رؤوفی روانشناس کودک پرسیدیم این بود که مسئولیت جامعه، در حقیقت سیستم آموزشی در ارتباط با این مشکل چه هست؟ قوانین دولتی و مدنی میتونه در تعدیل این مسئله و یا حتی ریشه‌کنی خشونت و تنبیه بدنی در کودکان تأثیر کافی و مهمی رو داشته باشه. تنبیه یک اثر فوری و در همون لحظه و دقیقه میتونه داشته باشه، اما هیچ وقت اثر طولانی تری رو بر اون نمیتونیم ببینیم، در حالی که وقتی از تشویق استفاده میکنیم، تحقیقات روانشناسی امروزه نشون داده که میتونه تأثیرات بلند مدت تری رو داشته باشه.